آمدن خوب به شما آمدن کریم. بله آقای خودتون چرانه باش خیلی خوب مرده. با نام یاد خداوند یکتا و به همتا، دوستان ارجمندم سلام، وقتتان بخیر. امید میبرم در هر کجای از افغانستان و کشورهای جهان که هستین در پناه ایزد منان باشین. یک قسم نفسم سوختنه، در ملک بیگانه است منوزم، اما امروز مثل روزای اول یکی از جوانا یا یکی از خانواده افغان لطف کردن، ما را دعوت کردن. باور بکنین ما خود بسیار زیاد قیمت فروختیم، گفتیم نمیایم، اما بسیار زیاد چاله شدن. باور بکنین کمی صبح و شام پیش از دروازه ما بود، میگفت باید شما مهمان ما شوین، به خاطر از اینکه اون فرهنگ مهمان نوازی که بین مردم افغانستان از دیر زمان رایج بوده یک بار دیگه تازه باشه، زنده باشه و مردم بدونن که افغانا در هر کشوری که هستن هنوزم فرهنگ های شیرینی که داشتن تا هنوز از بین نرفته و ای سینه به سینه نقل کرده. با مسعود فنایی آشنایی دارین، او را ارسد شما این کوری مخی که می باشه. خب خیر پسان گپ می زنیم باز. و سید مصطفی هاشمی اگه اشتباه نکنم، مصطفی جانم شب دوم یا سوم بود که ما را دعوت کردن، رفتیم به خانهشان، خانواده محترمشان از ما پذیرایی کردن و صحبت کردیم. بدبختانه که من بسیار ترسیده بودم در اون زمان، بخاطر به این کشور تازه آمده بودم. اصلا بار براتون گفتیم که اولین سفر ما بود که ما به خارج از افغانستان آمدیم، هرچند مردم افغانستان بازم میگم که پاکستان میگه خارج نیست، اما بر من خارج به این معنا بود که من بسیار میترسیدم از بعض گپای خبر بودیم. میفهمین من چی میگم هدف من است، اما قبض رو قبض بسته باشه همونجا. به اون خاطر من اون شب بسیار ترسیده بودم. در اون شبای اول گفتم اگر همین کمره را بکشیم، تانوس اجازه هم بر ما نداده مردم، کسایی که مسئولیت دارن در اینجا در پاکستان، مبادا کدام مشکل پیش بیه. اما آل یکمک رندک شدیم، یکمک همو ترسک ما پریده، امشب آمدیم که اینجا ما سب داشته باشیم. و اول ما گپای خودم میگم، بعد از او باز انشالله که کسایی هستن که گپ میزنن. امشب سایل جان ما را دعوت کردن، چهره معروف و سرشناس سینمای افغانستان. بعضی کسا وقتی که معرفی میشن، خصوصا آنانسرها یا پرزنترها یا گوینده ها و گرداننده های تلویزیون ها، باز میگه با چهره مطره یا با چهره وزین آقای فلانی، تکرار ناشدانی، ستاره موسیقی یا ستاره سینما یا ستاره ای معرفی شوین. آخرم چهار فیلم کار کرده با من فیلم های رقمی. خب بر ترتیب امشب سایل جان ما را دعوت کردن. اول امرای مصطفی جان هاشمی کمه خودشان براتون خدا یک بار دیگه معرفی میکنن، چقدر وقت میشه که اسلام آباد زندگی میکنن و مصروف چی کارا هستن. از هم اول سلام خدمت تمام بیننده های تلویزیون شما، تشکر از اینکه خانه سایل جان شان آمدین، یکی از بهترین دوست های مستن، سپاسگزار قربان قدم های هر یکی از شما. دیگه من تقریبا طول از سال 1991 که من در اسلام آباد زندگی میکنم، البته که کل تمام عمر من در اسلام آباد حدودا 30 سال، تقریبا 30 سال شد که من زندگی میکنم، به خاطر که من در سال 1991 آمدم بسیار خرد بودم، چون خاطرات دیاد مانده که ما وقتی که آمده بودیم پاکستان بیخی با ما یک چیز عجیب غریب بود، آبادی و قدر نبود. در منطقه که ما زندگی میکنیم جیتن، سرکاش صحیح جور نشده بود، حال خونام خدا زیاد آبادی و گپام شده. دیگه خاطرات خوش داریم البته از پاکستان. میشه کوتاه این قسم برای مردم بفهمانیم، زمانی که شما اسلام آباد آمده سرکایش پخته نبود، حالا پخته شد؟ یک چیز واضح، اگر ما در حساب صحیح بگیم، مردم پاکستان فرهنگ کالا پوشیدن یار از مردم افغانستان یاد گرفتن. این یک چیز واضح، به خاطر در سال 1991 خوب صحیح در یادم است که مردم در کتلونگ میگشتن. اما نند از این بعض موضوعات دیگه زیادتر چیزا را، به خاطر که حالا اگر حساب تاریخی ما شما ببینیم، نه به او گپایش میبینیم که با یکمک لینک میخوره به طرف سیاست میره. تشکر مصطفی جان. امشب این مردک سایل جان دعوت ما کرده. سایل جان میگه که چه زمان میشه
یا چه مدت میشه در اسلام آباد زندگی میکنن و مصروف چی کار هستن؟ از همه اول سلام به تمام بیننده های تلویزیون آریانا. اسمم سایل است، سایل چیزی. سن سالم 21 سال هستم. در اسلام آباد زندگی میکنم. پیدایشم در اسلام آباد است. یک دیالوگ داره سایل، سایل یک دیالوگ داره باز یکان دفعه جبرای پاکستانیا که ما چند جایی که بند خوردیم باز میگشه که میره پیدایش اسلام آباد. چرا که میگه موره؟ نه موره بگو همو جمله رو اون کس که مثلا این رقم پاکستانی هستن فکر میکنن که افغانی که نو آمدن از اون کسایی هستن که مثلا ترجمانی میکنن تو گپا میباشن. باز من میگم نه پیدایش ما در اسلام آباد. موره چه قصه میگی؟ اسلام آباد می تیگه. باز اون تو بارش میگم باز میفهمن که یعنی یا در اسلام آباد بودن زندگی کردن میفهمن که چی گپ است چه رنگ نیست. سرما بزرگتیزی کردن نمیتونن. نه مثلا اینجا زیاتر افغانی ما از افغانستان من از کشورهای دیگه من در جان از اون میزنم مثل خود تو اینجا نکنم اینجا بدون ما رفته باشی در جان چقدر زده باشه من نمیفهمم. بدون از اینکه رفتیم در جان مو زدم اوکی تو گپ نشد ما خودت که رفتیم اما تو گپ کو نشد. نه با خدا با کنسشنم کردن اون شاخو بردارتی کاکاینایت خو میشناسی؟ بله کاکا. امروز دو چند دفعه رفتیم ما چند دور جاکت و بلوز چیزا میخواستیم بخریم گفتیم چندیز مثلا گفته 2000 کلدار دانه گفتیم کاکا اینا چی میگه 2000 من خودم نمیفهمم چه قسم بگویم مال چنه بزنم که تزی که مثلا 18 صد بده 15 صد بده مسعودم شاهد است والا عمان جان اینا می چیزا گپ از یا مردم افغانستان وار نیست خودشم شاید کاکا اینا ببینه گپ به مردم پاکستان مثل مردم فروشندای کابل وار نیست که چنه بزنیم راشان چیزی که گفتونم بود باش که یک دفعه گپ مد خلاص دگه دفعه رفتیم آخر مثلا یک چیز بود که ما دانه 1000 سر ما بای کرد 3 دانه یا 4 دانه نمیفهم چی بود همون که ما میخریدیم گفتم کاک نایت بگویش که اینمی 3 دانه را اگر دانه 700 نه 800 اگر بتا بر ما و شما میصرفه اما 700 اگر بگویش یک دفعه کاک نایت دیگه خو چنه نزده این کارا رو نکرده و قدرت من گفت اما 800 سیسی بچه میگه گفت اوکی سیسی گفتم بیبی اگر امیر افسدیا میگفتی شاید برات میداد. نه اینال اینجا جای اینال نگو که در جان بچه کابل میزنه. نه اینال جای تا جای داره مثلا اینجا شاپینگ مال هست جای برند است که در هر جای که باشه یعنی وا فکس پرایس میباشه نمیتونی که از وا شما چنو یا بزنی. جای دیگه که هست مثلا لیلا میفروشی رقم است جای که هست هم در فروشی است در 500 مثلا میارن چیزا رو 10000 به تا 500 متوجه باشی دیروز که رفتیم خریداری کردیم از 1000 به میباشه تا 500 بوی کمیشن میراث میگه نه مثلا تو جای هست که مثلا 1000 پمی باشه مردم مثلا بیا اونجا باش اونجا باش که اگان گپا را بگو این که فراموش میشن زارا میخرن یعنی چیزای کپی را میخرن میتونن چناق بزنن یعنی گفته نه چنا بزنن بله میتونن دو کار صبر کن صبر کن ما میفهمم سایل جان همیشه ما که رفتیم مثلا یعنی جمپر اینیا را که خریدیم دفعتن چی میگفت تو باشه که جمپر دیگه بود ما برم پس اینم تو بینی صدا یک جمپر دیگه خوشم اومد ما برم پس پس که میره پس میامد بودیم فینال پیش ما پیسه است میریم دیگه چیز میخریم همیشه ما رو میگه ما میبینیم که همیشه اصلا تو گپ نیست اینجا کلاگی مثلا افغانایی که در پاکستان زندگی میکنن بیننده عزیز چنا شریر شوخی کردم به خاطر از اینکه سوال جان اولر افغان نبیره پیدا بکنه بگه همین کمیشن ترجمان داشتیم بگه کمیشن کار کجا نه نه او گپ نیست از ما نقد میگیره فتو نبود که بر از دکاندار بگیره نه باش که به خاطر که مصطفی سایل یک چیز گفت کاله پیش مردمی خیمه رفتیم اونجا لیلامی میخریدیم دیروز ما رفتیم تا که دین روز که ما رفتیم یکی از بهترین شاپ به حساب مشهورترین دکان است که البته نام داره وبسایت داره از خود به نام ایمیج که سایل جان شاید دیده باشه و در اونجا رفتیم و خودت شاید بود چقدر بیروار بود البته که شاید یک 20 نفر خوب پیشش مشتری بود و چیزای خوب گرفتن و خوب که قواره ما دید من گفتم نه خیانه ما از مارکتینگ نمیگم چون من خودم کاربار میکنم به خاطر مصطفی بر ما ارزان کرد اون قیمت خودت هم خریداری کردی اینال ما براتون اگه بزنم او گارمنت سیاک هستن مثلا در برند نیست مثلا اون چیزا را از 1000 پ تا 12 صد پ تا ارزان میکنه کرم چای که مسعود خرید او برند است مسعود از جایی که خریده او از خود یعنی شار از همین جاست اسلام آباد است او برند نیست سرویس نه برند است اون پس او چرا وقت چند زد ارزان ساخت چند زد ارزان ساخت از کمپانی سرویس نه از کمپانی سرویس هم میگم از کمپانی سرویس گرفته باشه نه میکنه فکس نه او کانکات بازار کان گفت 10 درصد است ما نگرفته بودیم مس به نظر 10 درصد بله جنگ نکنین بعد از مردم از یکی را بشنوه یک مایک است
با روی مصطفی ما گفت گفت که 10% ما برای مشتریایی که از خارج میآیند یعنی فارین هستند ما کم کم میکنیم و با احترام از این 12% ساختش. لیکن بازم جنس برند خریدیم صفحه چم خب در کل نه نه تو گپ نیست در کل میشه یک قسم بگیم از جمع کمیشنایی که سایل گرفته امشب ما رو دعوت کرد. نه نه اصلا خود تو نه عزیز کلا شوخی نکنید کلا اینجا مزاق زال تعریف سایل جان نمی کنم از ما دوست بسیار خوبم است البته در حساب مهمان نوازی و در حساب ازی ما واقعا بچه بسیار خوب فامیل بسیار خوب البته که در مهمان نوازی خود طاق است میگه داغ از دامید نمیکنن که پالو میشته این حقیقت هست من همیشه خب غیر از این کلچه و کیک و این چیزا نان آمد؟ نان آمد اینمی بود دعوت نه تو گپانه سای خو میمون نوازی افغان هست این گپو پیزیش اول سنتورس هست این کمیشه البته گپ کمیشه را از دگه اگه میخیزی از کی؟ لم لم همین میمان نوازی بر تمام مردم افغان یک به حساب میراث مانده در هر مملکتی که آدم بره اگر افغان بفهمی که به حساب افغان است خدا شاهد است که قدر میمان نوازی میکنن این حقیقت است که بر تمام مردم افغان ما میراث مانده البته تمام مردم افغانستان چی در خارج چی در بیرون کشور که میمان نواز هستن ما از جمع خانواده‌ای بودیم مصطفی جان واقعا گپا خیلی خودمانی است امید بر دوستا خستکان تمام نشه ما از جمع خانواده افغان بودیم که یعنی کمر معید در کوچ کشی کردن یک سال دو سال یک جای کرانشین می بودیم بعد از جا کوچ میکردیم دیگه خانه میرفتیم دیگه خانه میرفتیم تا خداوند رحم کرد صاحب یک خانه ما را ساخت از بیچارگی برآمدیم مهم چی است که من مثال میتونم ما به هر جایی که میرفتیم کرانشین میشدیم یا در اون منطقه میرفتیم همسایه ما باز میدیدن که یک کاسه یک شوربا یا یک غوری برنج یا شوله یا دال یا پیاوه یک چیز مقصد میآورد که بسیار زیاد شیرین است در حالی که هیچ نمیشناسیش اما همسایش قرار گرفتی بله. روز اول یا چاشت یا شب شما را دعوت میکرد یا به خانه خود یا براتون غذا میآوردن بله این گپ یک قصه همین چیز یک قصه بسیار جالب به من یاد محمد که به حساب باش براتون بگم کمک زیر خنده دار است لیکن از یک میمانی در یاد مانده که براتون قصه کنم یک از همین دوستای ما بود نامش شکریه بود خانم بود البته که از مزار بودن از بسیار تایم بودن تاوم خش دیگه به حساب می از دوست گفته میشه خانه از جا میمان بودیم خب افغان ها چون که میمان نوازی رو یاد دارن هم یک خودی به حساب قابلی به همسایه پاکستانی خود روان که صبح خود شکریه کابل رفتنی بود کابل میرفت خوری گرفت همی خوری رو گرفت به همسایه پاکستانی خود داد صبح خود شکریه رفت طرف کابل همسایه پاکستانیش صوبکی گرفته بهش قاب دخترکش داده گفته شکریه هاب که کانه بود مزدار تا گفت دختر شوردور نمیفهمده گفته چی شکریه صبح 5 بجه کابل اصلا تشکری کرده گفته شکریه صبح 5 بجه کابل چلیگی یعنی کابل رفته حال از این چیز دوستا نگفته نمونه که مسعود جانم از اول مشناسم ما در کابل آشنا شدیم و از برادر من پیشتر میدانمش دیگه امیر رقم ما اینجان که من که خودت معرفی شدم یعنی قدر روزا گشتیم خدا کنه خوب گذشته باشه بسیار تشکر که ما رو راهنمایی کردید هیچ کام گپ نیست ببینید که این رقم در برنامه‌ای در دستش است این رقم دوای دیگه مفتیت که بگم اینو دیدگری بخیرن اول بریم اگر شاخ نان یخ می نان تیار است دیگه بریم بریم راستی ما تازه خبر شدم گفتن که کلچه کیک رو در خانه آماده کردن کیک بله کلچه بود که خلاص شد یا کیک بود در خانه آماده بله در خانه تیار شده با مادرم دور کرده بودن ایره میشه که بعد از نان بخوریم باز اگر شد میشه ببریم حتما بسیار تشکر بریم سر شوین بفرمایید نه نه شما برین که ما را را اشتباه نکنه اینجا غرض نگی بیای طرف مسعود جان اوای جان کلتان ببین ای عروسی برادر مسعود فنایی بود کمیل اعظمی دیدیم و یاد و خاطرات حدودا یک سال پیشتر تازه کردیم که در اون زمان پدر مسعود فنایی حشمت فنایی هنرمند چیره‌دست سینمای افغانستان او وقت حیات بودن زنده بودن بسیار شب خوش بود تو زمان اما امروز دیگه حشمت فنایی در بین ما نیست خداوند جنت برین نصیبشون بکنه
شما از چی ترنگ پرنگ میکنین یا چلمچی و چیز دارین؟ چلمچی دارین؟ چلمچی چیز نفهمیدم. یعنی دستای خود کسی که میشه؟ شما میفهمین چلمچی چی دارین؟ چلمچی فکر میکنم که والله مردم اطراف چلمچی میگن نی؟ با حساب تو یک چیزی هست که افتاوا و لگن، افتاوا و لگن نه دیگه او چیزا دیگه، یعنی دفتا و لگن نه افتاوا و لگن نیست، مگر تشناب چی جای هست و میتونید دستای تانو بشوید نه تشناب رو میخواییم افتاوا و لگن و دستای مو چی خواهیم افتاوا و لگن نیخو مگر میگ برتان ساعت دولاری زمان سابق البته بود، حالا چون فرهنگا تغییر کرده از او خاطر حالا استفاده نمیکنه مردم. در زمان سابق اگر دیده باشین کاوچ و چوکی و گپا نبود، حالا ببینین در خانه که برین کاوچ و چوکی و یگان تا میمونه یگان تا نمیمونه. مرا راهنمایی بکن شما دوستا بین ببینین که او بسیار بسیار تشکر. اولا خب ما گفته بودیم مسعود زحمت باید نکشد، ما به مصطفی هم همون شب قسم داده بودیم، گفته بودیم به شرط میاییم خریدتان که زحمت نکشید. به مصطفی گفته بودیم راستی فراموشم نشه، صبر کن فراموشم نشه، به مصطفی جان گفته بودم بیاین، گفتم به شرط میاییم خیلی خانتان، زیاد اصرار کردن شما بیاین سایل جان، به شرط که بر ما یک کچری قروت آماده بکنین، درست نیست؟ البته یک شوله که در بینش یک ذره چکپ بندازین در سر شما، یک دنه یک ذره از اون روغنه را بندازین. البته که من از مادر از افشار هستم و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن مردم افشار بسیار زیاد میمون نواز است، تا اینجا که تو را به قرآن اگه نخودی تو را به خدا اگه نخودی قسم و قرآن زیاد میخوانه. من امروز راستی مادرم و وقتی که گفتم مادرم گفت نه بچه به هیچ صورت میمون میایه که در او چیزا نمیشه و اونا باز خودشان بیچاره قابلی جور کرده بودن اونا رم. خب شما بیاین ببینین که سایل جان زحمت کشیده دگال چی بگیم، شما یارا ببینید و این دستان هم یک تازه میکنم بانین که یا ترنگ پرنگ قاشقه بکشم و میفهم از کوراکشون که ترنگ پرنگشان حال ایجاد است. انشالله که یه دفعه دست بند کنید دست دیقانی رو باز میفهمی خوراک یعنی چی. کسایی که زیاد میخوره خصوصا ما و کامرامینت امشب تو را در خوام باز نمیمانیم خوره خورست هست که یکی خورست هست از خورست از جا نیوله که در اوجه بند هست و نیول غنگ هست میکنه. یک قصه را میگم باز میریم دوستا را بشویم، تو بشوی من ششتم بیشتر که تا دوستا رفتیم جلال آباد اعلان سب میکردیم، شب اتاق ما را جای داد در خانه بریالای صمدی، گفت همینجا میمانخانه است و اجره میگن، گفت اجره باشین مشکل نیست. همون دوست ما که دایرکتر بود گفت صبح خیز اینی رقمی، گفتم خو نکردی شب نه، گفت بلی آزا خورا، گفت میخیزه بس خو سعی بکنم کلگ یک قط میپره و میخورد از زمین، نگو که خو دیده بود که بخور میزد و گرابا است. چی میکنی؟ شما صرف میکنی؟ یا سرویس میکنی برای ما؟ صرف میکنم، صرف. انگلیش. ما دوش نایی پا. چی میشه او؟ بیبی کدام چی؟ سایکو، سایل. سایل. از سویش ما. مسود از زوبا خودت، از زوبا خودت. دیگه مصطفی لولو. یک دو دقیقه سایل. مصطفی هم اینجا هست. مصطفی، ما قصیش هم میکنم که چه خمازه دارم. من نگو که یه نان خورده بس بعد از زیرش نسه گوشت هم هست چی هست؟ زیرپیرانی هم داره، زیرپیرانی هم داره گوشت هم هست، زیرپیرانی هم داره گوشت هم هست، زیرپیرانی هم داره گوشت هم هست. آه با این خودش هم میگه، من گفتم باش که نبیه که سایل برد خود نه 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 که تو نفر بی خونه میگرده برو من از اون گوشت نمیخورم. نه ما برتون نه به خاطر از اینکه او گوشت اینا رو بخورم باز بیشتر و من تحقیق میکنم دندان من خیر بود. از گوشت دیگه میگیریم، از دیگه گوشت هم هست بخور بگی خیر زی مسعود جان بگیزیم. یک چیز فراموش ما نشه به درخت کنیم قاشق پنجه کنیم یا کپس نه یه ستایل چیز از کلگی هر رفت
به خود در دست راست نه خود در دست راست نه بله چک کن زمانه وقتی رفت لایس لایس بود زمانه لیکن خوب شد پاکستان آمدی گفته پاکستان بیزار چیزا را یاد گرفتی بگی بپیش باش خیلی تو میدن چه سخت از گرفتن ازی کمک کنم نه تشکر یک از این خوردن بگویی دیگه در قصه تشریفات نکو کرد از این دعا باشه کم مره بوده من یک کار دیگه میکنم یک سبا باشه تشکر سبا باشه سبا باشه من برد کمان کنم پک دسای در پر بزنی یاده در این چند روز بازی بگی لالا مره در این چند روز ما نخوردیم ممنون آخو چشیده بود بگرم مسئله اما یک شب میری به مو یاده ما حدودا 20 روز است که در اسلام آباد هست مجزان گرامی در این 20 روز غذایی که خورده میفهمین کدام غذا بود اول خب یکی دو روز خیلی سرگردان بودیم از بس که نشد شما فریاد مرا از طریق پخته کردن جگر و تخم بادنجان بودن که داخل اتاق در بین گست هاوس یا مهمانخانه‌ای که ما زندگی میکنیم از کجا رفتیم یک افغان بیچاره برای ما یک گونه پیکنیک گاز آورد یک تخم پزی یا کرایی آورد بالاخره کاردام خریدیم یگان قاشق ماشقام خریدیم یک روز جگر پخته کردیم یک روزم تخم بادنجان خوردیم فهمیدیم که ما غذا خوردیم با سرگردان بودیم پس از اون مصطفی جان لطف کرد که خانه خود دعوت کرد ما را اموش و سایل جان هم بود لطف کردن قابلی جور کرده بودن اونام اموش هم فهمیدیم که ما نان خوردیم با سرگردان بودیم سایل ما را یک جای برد که چطور اکایی رستوران بیا که غذای وطنی است چقدر دور رفتیم پیسام زیاد گرفت آخرام یک قابلی بود که سردستی اوتلای کابل از او کده مردم خود اینجا بود به فریب دادن مردم اینجا بود مردم بسیار با مزه می آمد می خورد مرا هرچند سایل فکر می کنم گفت که چطور بود غذا من گفتم که غذا خوب بود مگرم به غذاهای سردستی اوتلای کابل نمیرسه من تو همراه شوخی کردم گفتم هر وقت کابل آمدی بیا کم یک دفعه اوتل بابای ولی ببرمت قابلی بخو که بگو یک قابلی یعنی چی خصوصا شهرنه و ترکمن رستوران بیا که بریم باز او وقت میفهمی که قابلی یعنی چی مارکتینگ میه بچا گوی مارکتینگ میه گوی مارکتینگ میه و یکی از شبای دیگه یک کم لطف کنینا کم بیاری یک مکشز باید بگویم باش که اینی هم یکی از شبهای دیگه است که ما فهمیدیم که ما راستی ما نخوردیم من در خوارش نمیتونم سوال قضاوت کنم خوردیم باز میگیم بینندو عزیز ما از اینکه افغان سه بسیار خوب قضاوت میکنه در غذا و گپا دین شب ما یکی از دوستان لطف کردن ماهی گفتن بیای بریم ماهی خوردن رفتیم با آنقدر طال ما داد که حدودا ما گردن مگه بسته نشه از یک ساعت هم زیادتر منتظر قیمت شما سه برابر نرخ کابل قیمتش سه چهار برابر نرخ کابل بود اما آورد کل ما خوردیم او نفر صدا کرد گفت خب کیف کردین دیگه چون خود از او بسیار با کیف خوردم یال مریض هم شده دیگه خب گفت کیف خورد افغان گفت از زحمتتان جان سپاس تشکر اما گفت دور پر کیف نکرد جالب است به خاطر که پیسه او نفر داده بود مسعود هم ازش تشکری کرد و یکی دو نفر دیگه هم تشکری کرد گفت تشکر از این که ماهی دادین بر ما گفتم ما هیچ وقت دروغ نگفتیم و هیچ وقت ما نمیشه به خاطر خوش ساختن دل کسی قضاوت بیجا بکنم گفتم که از شما تشکر که پول دادین و زحمت کشیدین ما را دعوت کردین سپاس اما مایی دو را پرم مایی نبود تشکر شما ببینین ما چی گونه میخوریم نان باش اینان اگر باز ما که دستای خود بخورم با یک چند نفر نوشته میکنه با چنگال بخورید آقا من چجوری با چنگال میتونم بخورم چنگال ماهی میگیرن قاشق هم چنگال میگن نه با سر میکنیم نه خوش نمیخوریم از چیزا شکر زیاد است نه گفتم در پلو گفت پدر کلان پشتی نمیتیم خیانت بیا تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین
اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.